خب حالا چی کنیم؟ شما فقط امر کنین خانم، ما انجام میدم. حالا که پدر دکتر هستم، ایلکه بدنامی رو پاک میکنم. ما همراه شما یک وعده کرده بودم، با جایی که در پیش مردم بدنام باشه بهتر است که زنده نباشه. کافی است شما امر کنین. بکشش یلماس، بکشش. شرکتی صاف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایماری، بیماری های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری های پوست دارید، به مانند پسوریاز، سفیدشوی پوست، داغهای سیاه، پس داروهای صاف سودا به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکتی صاف سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنان برای یاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمودی کپسولا و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گینرهای صاف سودا عین مدعاین. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک صاف سودا نقطه تجکی. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، به شما تخفیف کرده می شود. بله، بله نور جان. الیف، تو کجا هستی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ آه، با تشویش بودم، یک بار خود زنگ میزدی، میگفتی که خوب هستم. هیچ خوب نیستم نور جان، در اینجا زیاد مشکلات سرم آمده. نور جان، زیاد پشت مادرم دق شده. او چطور است؟ خوب است؟ خوب است. خانم خانورا به خانه خود برده، همراه هولیادا اونجا می باشد. تا وقتی که پدر تو را میارم اونجا می باشد. راستی کاکا یلماس، الیف همراه مقابل شدی؟ پشت ما می کرده. امروز اگه نتانست فردا پیدایم می کنم. وقت من چی کنم نور جان؟ منصرف نشه الیف، هیچ دردی نبود که به خاطر تو مادرت نکشته باشم. وعده ای که همراه اونا کده او را مری بساز. هیچ کس حق نداره درباره لباس و حجاب کسی گپ بزنه. هر کس حق داره نظر به اعتقاد خود زندگی کنه و زندگی خود پیش ببره. ما کدام چیز اضافی نمیخواییم. ما از کس توقع نداریم. ما فقط حق خود میخواییم. ما از حق خود دفاع میکنیم. ما تا وقتی که حق خود به دست نیاریم به این کار خود ادامه خود دادیم. آمدیم.
میخوایم یه گپ دیگرم براتون بگویم. این برنامه را که راه اندازی کردیم به خاطر به دست آوردن حق ماست. ما میخوایم هر چی زودتر این برنامه را به پایان برسانیم و حق ما را به دست بیاریم. ما اینجا به خاطر ساختن آینده خود آمدیم دوستان. حال از شما میپرسم که فقط و فقط به خاطر یک عکس میخواین از تعلیم و تحصیلتان منصرف شوید؟ منصرف میشید؟ تمام این مشکلات حل خواهد شد. بیاید که تمام ما یک جا شویم و تمام ما یک جا ظلم توقف بسازیم. مادر من میرم. کجا میری بچیم؟ پدرتم رفته کمره اونا گپ بزنه. آخا قدرتم خواد فامید که تو گناهکار نیستی بچیم. مادر، او دختری که شما از خانه بیرونش کردین، او تمام حسابای خود پاک کرده از اینجا سر بلند رفت. حال شما به من میگین که دروغ بگویم؟ میگین که در مقابل اونا سرخم کرده قبول کنم؟ من سنما دوست ندارم. حال رفته ای گپ به اونام بگوین. همراه پدرت گپ زدم، گفتم چند روز منتظر می باشیم، باز اگر ضرورت شد با کلینیک میریم. خدا بهتر احساس میکنی اما تو نیست؟ او دختره گرفته به اینجا آورده. به ما چی سنم؟ اونا با این کار خدا تباه کردن. پدرت پشت این کار رها نخواد کرد. حساب ای به احترامی را که در مقابل تو انجام دادن ازشان خواد گرفت. اما ما خو نمیخوایم که دینیز درد ببینه. ما او را بسیار دوست دارم اما او مرا دوست ندارم. مادر دوست نداشته باشه؟ تمام ما دیدیم که او چقدر ذوق خراب داره. منتظرم باش، زود پس میایم. بفرماین آقا دینیز، من به خانم سنم خبر میتم. دینیز، همیاله از اینجا برو. اگه اجازه بتین میخوایم امروی سنم گپ بزنم. هیچ عذری را نمیپذیرم. بیا زود دختره دیوانه ساختی. این موضوع با مزرعت خواستن حل نمیشه. فقط میخوایم امرویش گپ بزنم. دینیز، ما میفهمیدیم که تو اینجا میایی و مرا ترک نمیکنی. حالا بیا که داخل بریم گپ بزنیم. بیا. نامدم که بشینم سنم. درست است، من یک چیزه میپوشم بیرون میریم. ضرورت نیست، جایی نمیریم. 5 دقیقه با هم گپ بزنیم. پیش من یک امانتی تو هست، آمدیم که برات بتون. ای چی هست؟ تو چی میکنی؟ از دیشب که طالبه پدرم از روزاری میکنم کسی کارش منصرف شد، تو چی میکنی؟ کاش خودتی را میخواستی، او وقت کل چیز بسیار آسان میشد. ما مزه وجدان نمیداشتم. میخواستی از من نجات پیدا کنی نی؟ تنم لطفنی به خوبی ماست. مرا دوست نداری؟ هیچ وقت هم دوستم نداشتی. معذرت میخوام. نام دانشکده تام نوشته که شش. یک دقیقه صبر که مرا میگی؟ بله. تو ثبت نام کردی؟ نه، این عکس قبول نکردن. یک بار دیگه میپرس. چی رو میپرسی؟ او بیرون نبیبی. تمام کسایی که ثبت نام نکردن اونجا هستن. آخرش چطور خواهد شد؟ یا سر و گردن تلاش کرده و عکس میگیری و یا ای که مجبور هستی این رمزا کنی. ای چی هست؟ یک بیادر خیرنده شما که وکیل است میخواید دعوا باز کنه. هر کس بخواید وکالت خود برش دادن میتونه. هر قدر که زیاد باشیم همون قدر قوی میباشیم. تام بگی امضا کو. نه، من این قسم چیزها را نمیفهمم. پولم ندارم، من وکیل گرفته نمیتونم. به خاطر پول نه، به خاطر رضای خدای کار انجام میده. بیبی، او دخترها را اونام امضا میکنن.
زنده باشه. اما ما یک رای دیگه پیدا خود. بازم خودت میفهمی، اما نه حق زحمت میکشی. اگه مرا کار داشتی در کانتین میباشم. چادر در پس کن. گپ من نمیشنایی، برات گفتم چادر در پس کن. با این شکل تو را نمیمانند که داخل بری. چادر در پس کن، اگه پس کنی خونه میموری. دختر جان تو را میگم. شما ثبت نام کردین؟ بله. چطور شما را قبول کردن؟ ای قصاب، با یکس سر ناج ای چادر باید خانم را نابسر کنم. باز میفهم که چی ارزش داره. ای قصاب نگو، خدا جزایش میتا. لطفاً ایره بگیری. اتاق خانم رنا کجا از میفهمی؟ مامان مدیره میگین؟ رو برو برین، از اینا بالاشاین منزل سه. زنده باشی. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف استورا، اولادار صاحب 3 فرزند، استاش دایرکتور کمپانی فبرلی کام. شما زنهای خانشین رو به کار دعوت میکنم. در کماند ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنن، نوابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرن. معاش 70 سومان تا 7000 سومان.
عین حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فابلیک را میبینید که به نهایت با صفت بوده نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساپ نویسین، همش را میفهمونیم، نام نویس شدند و آموزشش همش بی پول است. ما با کار قبول میکنیم، فقط زنها را خواهش میکنم، فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارند نویسین، همش را ساده کردن میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساپ. باقی در امان الله مهربان باشین. خدا همتون نگهبان باشه. از این مردم کی ناراحت نیست تو؟ اینه به شما روان کردن خانم رنا. دیشب آمد، شما نبودین، باز من ازشان گرفتم. ای چی است؟ مدیر تدریسی ما خانم سبیه به شما هدیه تبریکی روان کرده خانم. درست است، بسیار کار خوبی کردم. معذرت میخوام. برسا و قدر زیاد فشار نده، آرام بگیرش. هیچ موفق شدن نمیتونم. صنعت ابرو صنعت ظریفی است. اول باید چوب باشی با بشنوی که آب چی میگه. بعدا احساس خدا و قلم رنگ بیانه. شما نبودین، باز من ازشان گرفتم. ای چی است؟ مدیر تدریسی ما خانم سبیه به شما هدیه تبریکی روان کرده خانم. درست است، بسیار کار خوبی کردم. معذرت میخوام. برسا و قدر زیاد فشار نده، آرام بگیرش. هیچ موفق شدن نمیتونم. صنعت ابرو صنعت ظریفی است. اول باید چوب باشی با بشنوی که آب چی میگه. بعدا احساس خدا و قلم رنگ بیانه. الف. شروع حروف الف با هم اول است و هم تاق است. شروع یکی از نام های زیبای خداوند با الف است، یعنی الله. وقتی که یه همراه باشه معنی همه چیز تغییر کلمه تون. الف یگانه کلیده است که گذشته و آینده، قبل و بعد با هم یک جا می سازه. بس این قسمه همی قسمه است. ما رو همی با هم معرفی. ما ابراهیم هستم. ما هم رانا هستم. فقط رانا. ایره از پیش چشمم دور کن. بچشم خانم. درست هست، تو رفتم میتونی. ببخشین خانم رنا، بیرون یک مسئله چادر پوش است، میخواد که شما را ببینه، به نظرم ثبت نام میکنه. پرشان گفتم که شما کار دارین، اما میگه که منتظر میباشم. برو داخل بخواهش. درست است.
ما به خاطر ثبت نام اومدیم. خب ثبت نام میکردی دیگه؟ راستش ما به خاطر عکسم یک مشکل دارم، نمیخوایم سر ملاج کنم، اما باید ثبت نامم کنم. بسیار دقیق وضعیت بد قرار دارم. از آیدن به اینجا آمدم. پدرم میخواست مرا به زور به کسه بده، اما من از قریه فرار کردم. چند روز میشه که در استانبول هستم. بسیار مشکلات دیدم. پدرم پشت من میگرده، جای بود و باش ندارم. خب حالا از ما چی میخوایی؟ به خاطر خودم از شما چیزی نمیخوام. ده پایین کسایی هستن که اونام قسم ما میخواین. ده پیش روی اتاق ثبت نام ساعت ها منتظر هستن. ما هم همون قسم. شنیدم ده بعض دانشگاه ای کار بخواست مسئله است. ما فکر کردم که شما هم شاید به ما این سهولت بدین. خواستم مشکل خدا به شما بگویم. اگه دختر شما هم ده همین قسم وضعیت می بود، باز شما خوش می شدین. اگه اقدر زجر می دید، شما جگرخون نمی شدین. شما؟ بله ما. با تو یک گپ میگم. این وضعیت شما هیچ برای مهم نیست، فهمیدی؟ و مشکل تو خو اصلاً برای مهم نیست. به این مکر دروغین تو فقط دنیز دل میسوزنه. از او خاطر دیگه هیچ کار نکن. امروز در قطعه عسکری همون قسمی که با سر بالا از پیش توی تمام ما تیر شدی، ولی هم سرت بلند بگی و از اینجا بیرون شو. به این کار فقط قدرت خداوند کافی بوده میتونه. ما اینجا با دعای مادرم اومدیم. با خواست خداوند دکتر شده پس خاطر. بیرون شو. جعفر بیادر با من یک دوست دگام جور کن. پنیرشام کمه، زیادتر بان، بسیار نازک میمونی. دختر تو رژیم نگرفته بودی؟ تحت فشار که باشم زیاد میخورم جعفر بیادر. تو به رژیم میگیرن بوز میان اینجا خورده میرن. ما میخواییم امضا کنم. چی شده؟ چرا تصمیمت تغییر دادی؟ فهمیدی که کارا هیچ نتیجه ندارن نی؟ بیا اینجا بشی، بیا بشین. گوش نستی؟ جعفر بیادر به ما دو توست بیار و دو گلاس دوغم بیار. دو چشم بگی اینجا رمزا کن، نامو تخلصت هم نوشته کن. در کدام رشته کامیاب شدی؟ طب. ما دکتر میشم. ما خود کسی را ندیدیم که طب بخونه، باز تجارت کنه. بخیر باشه. دخترو دوستو دوغم و دستن. نخیر نخیر، من میپردازم. نخیر، گفتم که من میپردازم. تو همینجا باش. بگی دخترم. بسیار تشکر جعفر بیادر. خب دکه جانه. کم بود که فراموش کنم. آدرس خودم نوشته کو. نمیشه که آدرس خودم بدن نوشته کنم. چرا؟ بیاد نداری چطور؟ ما هنوز برم جایی بود باش پیدا نکردیم. خب حالا کجا زندگی میکنی؟ ده هتل بودم. خب بسیار مشکلات سرم آمد. مادر و پدرت اونا فعلا کجاستن؟ مادرم در قریه است. پدرت؟ پدرم هم پشت ما میگرده. چرا؟ میخوای پس مرا به قریه ببری؟ چرا میخوای پس به قریه ببری؟ به خاطر عروسی کرد. اوف جانم، دلم برات بسیار سوخت. تو در اینجا هیچ کدام کس و کوی دیگه نداری؟ Thank you.
گریه نکو، آرام باش. من نمیفهمم حالت چی کنم، هیچ جایی برای رفتن ندارم. در اصل یک جایی است بیبی، خوابگاه ما، او بیادر وکیل که برای ما گفته بود، ابراهیم بیادر. میفهمی او یک خوابگاه داره جانم، اونجا تمام اتاقاش پر است. اما خیر باشه، یک چاره پیدا خواد کردیم دیگه. دیگه لازم نیست گریه کنی بیبی، هر دوی ما لاغر هستیم، هر دوی ما در یک تخت یک جایی میخوابیم. سنم، حالا بخیز دخترم، برات غذا آماده کردیم، حالا بخیز یک چیز بخو. سنم، حالا دیگه یک قسم نکو جانم. سنم چشمایی ده باز کن. سنم کمک کنید، کمک کنید. سنم چشمایی ده باز کن. سنم تو چی کردی؟ بخیز زود باش، بخیز. سنم لطفاً کار نکن، چشمایی ده باز کن، برای توزر میکنم دخترم، زود باش. جنرال صاحب، او دختر دروغ میگه. ای که میخواست پیش شما بیایه و پشت بچه مرا گرفته، تمامش یک نقشه است. میخواه خودم مطرح بسازم، شایدم با دشمنهای ما ارتباط داشته باشه. معلوم میشه دینیزان فریب دشمن ما را میخورم. واضح است که همراه او کمک میکنه، همه تو نیست؟ سنجر، ناحق خدا خسته نسازیم. ما سر دینیز امر کردم، اما او اطاعت نکرد و دزم تمام قوانین قطعه عسکری را زیر پا کرد. عزت دختر ما خو هیچ حساب نمی کنم. جنرال صاحب، معاون صاحب، شما بسیار خوب می فهمین که چی خواد شد. نظر به مو، اگر خود آماده بسازین باز خوب می شه. رفته می تانین. بله. چی؟ سنم دوا خورده؟ وضعیتش چطور است؟ نه خیر، با او شفاخانه نبرینش، من میایم. جنرال صاحب، با شفاخانه گنگور ببرین، بعضی دکترهایش هم شناسم. با شفاخانه گنگور ببرینش، من همیالا میایم. معاون صاحب، اگه دختر ما چیز شبه باز، در این نقشه براتان یک جای انتخاب خواد کردم. دقیقه بی کارتو دست داری؟ به نمایندگی کی گپ را زدی؟ حال وقتش نیست، بعدن باز گپ میزنیم. البته یک روز وقتش خواهد رسید. بیا جانم. صبر کن، ما اقسم به خبر اینجا آمدیم، بد خانه ایست. ما زیاد پولام ندارم، نمیفهمون کفایت خواهد. تو خو یک بار بیا، اگه او قسم کدام چیز می بود باز من نمی آوردمت. خوابگاهی دخترانه، به نظرم اینجا جا به جا نشد، زیاد وقت زنده نمی باشی.
وای خدا، این خوابگاه چقدر زیباست. ما این خوابگاه را برای جهنم میسازم، منتظر باش. آه خوش آمدین دخترای. خوش باشی عدله خواهر، چطور هستی؟ خوب هستم جانم. چرا استاده سی؟ هلا بیا عدله خواهر، این دوست جدید ماست. خوش آمدی دخترم. ابراهیم بیادر اینجا نیست؟ ها امینجا است، اما چند دقیقه بعد خاطرم. خب پس وقت درست آمدیم، هلا بیا دیگه. داخل برین. بفرمایین. سلام ابراهیم بیادر، وقت دارین؟ وقت دارم، بفرمایین بفرمایین. ببینین ده خوابگاه ما یک دوست جدید آوردیم. بیاین بفرمایین، بیشینین بفرمایین، بیاین اینجا بشینین. پدر دختر میخوای که عروسی ایره کنه، پشتش چای سنبول هم آمده، در زم در اشتیت بام کامیاب شده، اما پدرش اجازه نمیده. صبر کن صبر کن، مثل رادیو بی بی سی باز شروع کرد، اجازه بده خودش برم بگویه. ما بسیار زیاد معذرت میخوایم از اینکه بی خبر آمدم، اما واقعا ما جای بر بود و باش ندارم. جای بود و باش مشکل نیست. شما ثبت نام کردین یا نه؟ یا امضا کرد، یعنی حال یک موکل جدید دگام داریم. ای قسمت، خوب است، بسیار خوب است. هر قدر که زیاد باشیم همو قدر خوب است. فقط یه است که این مجادله در ظرف یک دو روز خلاص نمیشه. خوب شاید محکم علیه ما تصمیم بگیره. حال من هم میخوایم که به تو امید بخشیده، آینده تو را متضرر بسازم دختره. شاید حق ثبت نامت از دست بدی. میگی که پدرم پشت من میگرده. ما وعده میتونم که به خاطر شما تمام تلاش خود انجام خواد دادم، اما ای که نتیجه مثبت خواد گرفتیم یا نه ایره نمیفهمم، یعنی تصمیم در دست خودت است. پردا باز نگویی که کاش که سر خود لچ کده یک عکس میگرفتم و از دانشگاه اخراج نمیشدم. بی بی غلط درکم نکن، بازم اینجا بودم میتونی. دروازه ما همیشه بروی تو باز است. ما این قسم گپ میزنم، اما هر تصمیمی که نظر به وجدان خود میگیری ما به او احترام دارم. ما حال تمام راه ها را برات میگم که داینده نگویی اگه مزد نمیکدم حال خانم خانه نه بلکه دکتر میشدم. این گپ ها را برات میگم که اگه تصمیم جدی نباشه باز نشه که پیش ایمان شوی و به اهداف خود نرسی. دبارهش خوب فکر کن. خداوند از شما راضی باشد. از تو هم همچنان. شما تمام گپای ضروری برم گفتین، اما تصمیم ما جدی است. چادر خدا پس نمی کنم. هیچ کس حق نداره که اعتقادات مرا زیر پا کنه و بالای ما ظلم کنه. آفرین به تو دختره. نام تو چی است؟ ایلیف. نام خدا بسیار یک نام زیبا داری. خداوندام یک قلب بزرگ که نمایندگی از اسمت میکنه برات نصیب کرده. همیشه همی قسم خواهد بودی انشالله. هیچ وقت نترس، ما همراهت هستم. کدام دواره خورده؟ او را همراه تان آوردین پیشتان است؟ فعلا چیز نپرسین، دخترم را نجات بدین. دکتر نیست، ما باید دیره بفهمم. گفتی دکتر نیست؟ او را زودتر بخواین نه؟ برش خبر دادیم، حالی میایا. چ...
شما کی هستین؟ دکتر بخش آجل. دکتر بخش آجل شما تداوی میکنین؟ کدام مشکل دارین آقا؟ نه خیر، ما شما را خدمتکار فکر کرده بودم. اینجا کدام دکتر دیگه نیست؟ آقا قدرت چی میکنین؟ دختر ما میمره. تو مداخله نکن. یا در حال وقتش نیست، خواهش میکنم. گفتم چپ باش. امرای ما چه مشکل دارین آقا؟ ما خو نفهمیدم. امرای شما هیچ مشکل ندارم. امرای چادر که در سرتان است مشکل دارم. آقا قدرت بس هست دیگه. به نظر من مشکل در مغز شماست. من مجبور هستم بعد داوی مریض شروع کنم. در غیر از او میمره. طرق تنفسیش باز کردیم؟ باز کردیم خانم دکتر. فشار؟ بسیار پایین است. گفتم با دخترم دست نزنین. چرا نمیفهمین؟ با دخترم دست نزنین. یک دکتر دیگر بخواین. قدرت بس است دیگه. اگر نیکل چیز خود گفتم. خواهش میکنم دختر من نجات بدین خانم دکتر. خانم دکتر مریض از دست میدیم، نبضش بسیار ضعیف است. یکم پول ادرنالین برش از طریق بریدی زخ کنین همیالی. از اینجا بیرون شوین لطفا. بیادر بیا که بره حالا دیگه. دینیز بچه‌م تو چی کردی؟ چرا گپ ما گوش نکردی؟ چرا او چلا را برش دادی یک دانیم؟ حالا ما چی خواد کردیم؟ چو تو از زیر خطر فشار بیرون خواد شدیم؟ تو چله خود پس بسنم دادی؟ از امی خاطر او خواست خودکشی کنه. پدر جان من واقعا فکر نمیکردم قسم شوه. حال ما برات میگم چی شده. هر دوی ما را از اردو بیرون خواد کردن. اعتبار ما با خاک یکسان خواد شد. اگه او بمره باز وقت چی خواد کردیم بچیم؟ شما را نمیفهمم، اما من میفهمم چی کنم. ما بیشتر از این نمیتونم با این شرم زندگی کنم. میرم خود از بین میبرم. پدر ما جزای خدا میبینیم آقا قدرت. ما جزای گناه های خدا میبینیم. تو چی میکنی ها؟ حالی هم گریه میکنی؟ بخیز حالا برو. برو زودتر دست روی تا باشوی عجله کو. برو. بیادر چی میکنی؟ متوجه هستی؟ رهنا ما باید برات یک چیز بگویم. ما باید تمام گپا را به تو بگویم رهنا جان. ما باید از این عذاب وجدان نجات پیدا کنم. خانم دکتر چی شد؟ سنم نجات پیدا کرد؟ خداوند تو میبینی که من چقدر بیچاره و ضعیف شدم، برم کمک کن. ای خداونده که به همه چیز توانا هستی، تو خداونده ضعیف و مظلوم هستی، تو برم کمک کن. لطفا مرا تنها نمون، خودت بالایم رحم. وای الیف،
مره اینجا یخ زد، امروی تو خاطفا میدون. یه احمقم هر دقیقه میره و میایه. ماشم که مالک اینجا هست، چی هست؟ خداوندا اگه بالای ما قهر نمیشی، ما دیگه تحمل قدر درد و غم ندارم. میخوایم از این مشکلات فرار کده به خودت پناه ببرم. میفهمم که تو قوی ترین عالمی هستی. خداوندا با برکت اسم سلامت مرا سلامت داشته باش. آمین یا رب العالمین. آی چقدر چیزای مقبول گرفته. او دختره با جاکت نازک دید باز تعامل نتانست. والا خدا خودش میفهمه، اما به نظر ما آقای ابراهیم واقعا جنتی است. خداوند قبول کنه دخترم. آمین. بیبی ابراهیم بیادر به تو چی چیزایی گرفته؟ به ما؟ بله جاکت، دامن، چپن. من خودم لباس داشتم. یادت آقای ابراهیم است، او به همه گی میخره. تمامتان اولادهای او هستین. زنده باشه، اما چرا خدا به زحمت ساختن؟ حال ما باید ازشان یک تشکر کنم. او بیرون رفت، او اینجا نمی باشه دخترم. یکان وقت میایه که به کدام چیزی ضرورت نداشته باشیم. وقت که آمد ازش تشکر کو. فقط 5 دقیقه وقت دارین. سنم، سنم جانم، دخترم، چشمای تا باز کو دخترک. خدا را هزار بار شکر. سنم، چرا مرا نجات دادین؟ چرا ای قسم میگی دخترم؟ تمام این مشکلات تیر خواد شدن، از این روزای بعد نجات پیدا خواد کردیم. تا او وقت زنده نخواد بودم. سنم؟ مطمئن باشین، یک بار دکم امتحان میکنم. تا وقتی که بمرم همی کار تکرار میکنم. خانم بیادر، درست است اگه بیبی او نجات پیدا کرد جگرخونی نکن. برای فعلا نجات پیدا کرد، اما باز تکرار خواد کرد. هر قسمه که باشه بالاخره خود خواد کشت. او حال زد کده چی کنه؟ چطور او را از این کار منصرف بسازیم رهنا؟ ای فقط یک را داره خانم بیادر. رهنا کجا میریم؟ من زود پس میایم بیادر. مریض معلومات بگیرم. سنم کارایی منتظر هستم. بله مشنوم. خدا را شکر، درست است. بسیار زیاد تشکر میکنم. شام خوش. با اتاق عاجل بردنش، اما وضعیتش خوب است. برحال حال یک چانس دیگه داری. گپ خوب است. چانس چی؟ دیگه چه چانسی؟ چانسی آشتی کردن. کمک
کم دگم برد پرتم دخترم. بسیار مزه دار از خاله دل. نوش جان دخترم. تو چرا نمیخوری دخترم؟ ای تو خونه ایست که دست پخته من خوشت نامده؟ وخو بسیار مزه دار است. مادرم بسیار مزه دار پخته میکرد. خانم رانا؟ خانم رانا؟ بفرماین داخل بیاین. داخل نمیایم. از تو یک گپ هم میپرسم. او دختر میموره و قاتلش فقط تو خواد بودی. همراه ای از وجدان زندگی کرده میتونی؟ بسیار مقبول معلوم میشه که همی خنده که دیگه. بیبی جانم اگه تو قسم کنی باز کاری کده نمیتونی. گفتی که همراه مادرت وعده کردی تحصیل میکنی و دکتر میشی. چی شده؟ حال منصرف شدی؟ همه چیز خلاص شد؟ چی کنم؟ پشت مادرم دق شدیم. بری زنگ بزن جانم. خانه خانم خانه است. چطور زنگ بزنم؟ پس تو زنگ نزن. تو هم اولاد داری خانم قدریه. خواهش میکنم زندگی دختر من نگی. او هیچ کدام گناهی نداره. اگه فقط فرار میکد خو خوب بود. او عزت ما را با خاک یکسان کرد. دو استانبول نمیفهم که چی کده و همراه کی بوده دختر. توبه توبه بگو ایلیف ما او قسم کار نمی کنم. ما اولاد خدا بسیار خوب میشناسم خانم. دختر خدا خوب میشناسی؟ پدر اصلش دروغ میگه؟ سر دختر خود تهمت میکنه چه تو؟ بله شام بخیر. میخواستم که همراه خالتی جان گپ بزنم. تو کی هستی؟ ما از قریه بالا خانم مهاجر هستم. شنیده بودم که مریض شده، خواستم همراهش گپ بزنم. خوب است تشویش نکن. زود با اینجا زنگ نزنین. سلام. تو میفهمی که من او خواهره چقدر دوست دارم؟ تو ولیت ما همراه او یک جای دیر شده. تمام خوردنیای ما را بین خود تقسیم میکردیم. حالا که تو مرز گپ زدن با او من میشی، باز روز آخر از گردنت خواد گرفتم. اوهو ایره بگی بشان بگو که دیگه هر دقیقه زنگ نزنین. بله مادر الیف. بله مادر جان گریه نکنین، من خوب هستم. برای خود بسیار یک جای خوب پیدا کردیم. در دانشگاه ثبت نام کردم. دخترم بسیار میترسم پدرت پشت تو میگردم. میفهمم به سختی از دستش نجات پیدا کردم. بفرما. یک دختر به نام الیف اینجا است. نه اینجا آمده. میخواستم او را ببینم. آها
عادل خان بفرماین آقا. پدر الیف دارم اینجا پشت او میگرده، زیاد متوجه باشی که با او دختر کدام ضرر نرسونه. او قسم کسی اینجا نیست. تو سر ما ریشخند میزنی ها؟ الیف، 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 بچو الیف، 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 کجاستی دختر؟ برام بگوین کجاست؟ کجاست بگوین؟ بچو، بچو سر رای، الیف، کجاستی؟ الیف، باز کن دروازه را، الیف، بچو، بچو، الیف، الیف، کجاست؟ برام بگو کجاست؟ بچو، الیف، بچو بی، الیف. پس شو به الیف با خانمو خان زنگ زد، ازش اجازه گرفت. تو را میکشد دختره، هر جا که پیدایت کنم میکشد. مادر شما چی میگه؟ الیف دخترم، دخترم، الیف، پدرم، الیف، پدرم هست. محمد اومد، باید به شما فراغ بکنید، بخش، باید شو گفتون برو، فکر کردی پایدات کده نبکنم، بره، برین گفتون برین، بخش، برین، را برو، برین. آقای ابراهیم، او آمده، دخترم را خود میبره، آقای ابراهیم، او آمده دخترم میبره. بره اینجا هست، را بره گفت آقای ابراهیم. برگو ایلی، برگو، برگو. الیف، الیف، چه دختر؟ الیف، 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 استاتیو، الیف، الیف، مگم رایت کار دارم.
از پیش ما فرار میکنی؟ از پیش ما فرار میکنی دختر؟ برا میکشم و زندان همه مانمت. معلوم میشه که دختر تا پیدا کده. اگه کار تمام کده باشه باید حال زنگ بزنه. اینا زنگ زد. یلماز خواهش میکنم دختر من نکش. یلماز خواهش میکنم این کار نکن. خانم ما با وعده خود وفا کردم. دختر را پیدا کردم. صدا شده تلفن بشنوین. گپ بزن دختر، گپ بزن. خداوند جزای همه تانه بده. دختر بی حیا. کلمه شهادتت بخوان. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خانم صدا را خوش شنیده نموتو نیست؟ ایر باز دستایت بشکنم. ایر باز خدا من جزای دمده. خدا من جزای دمده. خدا من لعنتت کنه جزای دمده. خدا من جزای دمده. بده تلفونه. شنیدم ایر باز شنیدم. شما اونجا صدا را شنیدین و من اینجا جسدشم میبینم. او دختر به جان در پیش روی مفتاده. حال نوبت شماست. با زن و دخترم کمی پول بتین اونا را به استانبول روان کنین. تو با این کارت عزت ما را نجات دادی. بعد از امام هستو حمایت میکنم. مطمئن باش. شما دختر ما از بین بردین. شما انسان های پس دختر ما از بین بردین. چی لب شده؟ اینجا چی لب شده؟ شما انسان های پس این لفو ما را کشتین. شما قاتل هستین. مادری زن چی میگه؟ راست میگه؟ راست میگه. راست میگه. پدرش او را از بین برده. عزت ما را نجات داد. ما چطور ایلا که بدنامی را قبول میکردم ها؟ شما قاتل هستین. شما ایلا که ما را از بین بردین. شما قاتل هستین. شما قاتل ایلا فو ما هستین. شما قاتل هستین. ایلا فو ما را از بین بردین. تو گناه کارم میپولی بیا که ما برد گناه کار اصلی نشان بتم. بیا حالا میفهمی که گناه کار کی است. برد نشان بتم که گناه کار اصلی کی است. بیبی گناه کار اصلی اونجاست. خب بیبی گناه کار اصلی را بیبی. همون وقتی که انبار پنبره در دادی و دختر تا به استانبول روان کردی، همون روز دختر تا تباه کردی. تو این کار را کردی فهمیدی؟ قاتل اولاد خود است. تو قاتل اولاد خود است احمق. تو خو لیاقت مرگ داشتی اما ما با تو ضرورت دارم. یک قسم زیاد پول به دست خواهد آوردم زیاد. آه تو دختر یک آدم پول دار هستی. الیف بخیز دیگه. الیف بخیز دیگه. الیف
الیف بخیز دیگه بس هست. به نظرم که ناوقت کدم دخترم رای خود برده. بخی بس هست دیگه، نقش بازی نکو بخیز. الیف مرده؟ مرده؟ الیف از ترس خواه واقعا نمرده باشی دختر. بخیز الیف دختر. الیف الیف بخیز جانم، بخیز بخیز دخترم، بخیز باهوش بیا دختر. الیف جان بخیز بخیز دختر. پدر پدر قسم نکنه لطفا مرا نکشین پدر. نه دخترم نه جانم، من تو رو چرا بکشم؟ طرفم از بیبی مچی تو رو بکشم. بیا زو امرای تو زیاد کار دارم جانم زیاد. وای خدا دخترم رای خود برده. آدم احمق تو به خدایا. بخیز گفتم بخیز بخیز دیگه. چی میکنین؟ مرا کجا میبرین؟ بریم بریم گپه نیست. بریم اکل چیزه برات خواهد گفتم. بریم بریم جانم. دختر ایلاکو کاکا ابراهیم اینجا بیا دختر. آه تو دیگه از کجا شدی بیادر؟ تو دیگه کی هستی برم بگو ها؟ به او لیلیه که رفته بودی. ما بیادر و پدر تمامه دخترهای او لیلیه محسوب میشو. بیا دخترم. صبر که دختر بکر کدی ما دختر خدا پیش تو میمانم. ما آدم بی غیرت نیستم فامیدی؟ چی میکنین پدر؟ او اسلحه را بان بیا که همراهیت درست گپ بزنم. با همین سادگی من اسلحه دارم، چرا امروز گپ بزنم؟ چرا گپ بزنم بگو ها؟ چرا گپ بزنم؟ اگه شلیک میکنی شلیک کن دیگه. بیادر من زیاد حوصله ندارم، فکرت باشه ده همینجا از بین برده دفنت میکنم. دختر تو اینجا بیا 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 اینجا بیا پیش من. اوه طرف ما بیبی تو رو ریس هستی ها؟ تو میخوایی چی کنی ها؟ خواهش میکنم باننش کاکا ابراهیم. آخ راست میگه گپش گوش کن، والا بلا تو مرا غلط درک کردی. من در دنیا فقط همین یک دختره دارم، سرش تحصیل میکنم. آخ ای باید دکتر شوه. آخ آخ بسیار پایین است. دست نزنه شما را گفتم گپ ما نمیفهمین. با دخترم دست نزنین، یک دکتر دیگر بخواین نجله کنین. قدرت بس است دیگر، اگر نیکل چیز خواهد گفتم. من بالا رفته استراحت میکنم آقا قدرت. خانم ایجا میشه کمه با هم گپ بزنیم؟ فردا باز گپ میزنیم آقا قدرت. خانم ایجا باید هم یالا گپ بزنیم.
خانمی جان، ای آب چقدر زیاد و چقدر پاک است، اما تو نیست؟ ای آب چرکو کثافات انسان پاک میکنه؟ خب آیا بدی های درونی و اشتباهات انجام شده ما را پاک کنه میتونم؟ ها؟ یک بار امتحان میکنه. آب من به زندگی از خانم میشه، زندگی انسان نجاتو میده. بگوین حال خدا چه قسم احساس میکنین خانم میجان؟ ها؟ خوب حس میکنین؟ شب خوش ایجا. کی است؟ دختر مستم خاله آدلیر. ایلیف در ای وقت بیدارت کدم، اما آقای ابراهیم آمده در پایین منتظر است. میخوایم رایت گپ بزنم، میگه که مهم است. درست است، آماده شده میایم. درست است دخترم. میخوای او جنرال بزرگ اختار بتیم؟ ولی بیادرم تو دا او باره تشویش نکو، ما کل چیز حل میکنم. فقط دیره برم بگو که شماره جنرال پیدا کردم میتونی یا نمیتونی. یک چند نفرم اشناسم، پیدایش میکنم، اما کار خطرناک است، کار هر کس نیست. تو دوستی نزدیک بیادرم هستی، ده ای کار اگه پول است باز قبول میکنم. بیبی پول کافی هم با ما و هم با تو است، فقط کافی است که شماره جنرال پیدا کنم. خانم آدلا. بفرماین آقا. بیبی ما خو میرم، متوجه دختر باش. هر قسم مردم داخل اینجا اجازه نته، باز نگویی که نگفته بودم. شما هیچ تشویش نکنین آقا ابراهیم، انشالله که شما نتیجه خوب گرفته پس بیاین. انشالله انشالله. بیا بیا دخترم بیا. ابا فرماین کاکا ابراهیم مرا خواسته بود. بیا اینجا بیشی. بله چطور هستی؟ خوب هستی؟ او خوب هستم تشکر. ما چند دقیقه بعد حرکت میکنم، بان قرم ایرم. دوباره ای دوا باید همراه یک چند نفر ملاقات کنم. بیبی قبلاً هم برات گفته بودم، شاید نتیجه مثبت گرفته نتونه. میفهمم کاکا ابراهیم. بیبی دختره به خاطر رسیدن تا اینجا زیاد درد دیدیم، میفهمم، من تو را درک میکنم. حالا که پدرت هم تصمیم گرفته سر تو درس بخونه، اگه دوباره ای دعوا خبر شوه امکان داره از تصمیم خود منصرف شوه. پس من چی کنم؟ میخواین سر خود علاج کنم همین قسم؟ من از خداوند میترسم دخترم، چیزهایی را که خداوند سر ما فرض کرده در او باره ای چیز گفته نمیتونم. تصمیم درست همو تصمیم است که تا دم مرگ از تصمیمت منصرف نشی. هر چیزی که وجدانت میخوای همو کار کن. بستی بس هستگه، نیاز نیست کسی به مرارا نشان بتن.
ما به شفاخانه نمیرم. چطور نمیری به شفاخانه؟ میخوای مرا دیوانه بسازی احمق؟ موضوع زندگی و مرگ یک شخص است، میفهمی یا نه؟ بچیم، او دختر از دم مرگ دوباره برگشت. مادر چرا نمیفهمین لطفا؟ اگه من به شفاخانه برم او دختر فکر خواهد کرد که هنوز به اون نیاز دارم، او را دوست دارم که ندارم. گپ آخر تو همی است. نه خیر نه. پس چی است؟ من سنم دوست ندارم و هیچ وقت هم امرای او عروسی نمیکنم. تمامش گناهی او دختر دیگه است. عقلی بچه را سرش گرفته، چشمایش کور ساخته. او چطور در زندگی آمد؟ او دختره جنرال قدرت وارد زندگی ما کده و بازم جنرال قدرت او را از زندگی ما خارج خود کرد. چطور یعنی؟ منظور چی است؟ امرای جنرال قدرت یک تفاهم میکنه. این تفاهم برای هر دو خانواده بسیار خوب خواهد بود. از او دختر نجات پیدا میکنیم. ای قسم سنم و دینیزام خواد به هم دیگر رسیدن. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. خانم ایجا کجاست؟ به شفاخانه رفتم. ما دیگه نمیخوایم در این خانه نام شفاخانه را بشنوم. درباره خودکشی سنم نمیخوایم ای چیز بشنوم، فهمیدین؟ درست است آقا. بله بفرماین. بله، منزل جنرال قدرت است؟ بله، شما کی هستین؟ تلفونه به خودش بده. شما کی هستین آقا؟ با تو چی که ما کی هستم، تلفونه به خودش بده. شما را کار دارن آقا. کی هست؟ ایره نگفت که کی هست. بله جنرال قدرت. کی هستین؟ سایه مرگت هستم. تو چی چت یاد گفتم میری؟ گوش کن، ما چیزایی را که درباره تو میفهمم هیچ کسی دیگه نمیفهمه. اگه میخوای کسی نفهمه، پس چیزی را که برات میگم تمامش انجام بده. تو کی هستی مرا تهدید میکنی ها؟ ما کی هستم ها؟ وقتی که فردا روزنامه‌ها درباره کارهای غیر قانونی تو گزارش نوشته کردن، باز خاطفا میدی که ما کی هستم. گوش کن بیبی، از من نجات پیدا کرده نمیتونی. خوب فکر کن، ما بعدن برات زنگ میزنم. دیدی اون نفر زیاد ترساندو، باید همه قسم جسور باشی. اگه با عاقبت کار فکر نکنی، باز قهرمان شده نمیتونی. مدیر استخبارات با موسط باچشم کماندار صاحب. بله امروز از یک شماره ناشناس برم زنگ آمد. واضح است که وضعیت خوب نیست. بله گروه مسلمان ها هر قدم ما را تعقیب میکنند. میخواهم بفهم که زنگ از کدام طرف آمده، به خاطر که تدابیر احتیاطی داشته باشیم ها. اگه پیدا کردین باز برم زنگ بزنیم.
همراهی بیادرم جنگ کدی همه تونست؟ ده قصهش نشوره نم ای قسم نمیشه خانم بیادر. چند روز میشه که مرموز با هم گپ میزنن، کدام موضوعی هست که حل نمیشه؟ ای گپ دیگه از کجا شد جانم؟ ای گپ از کجا شد ها؟ تو مستقیم بیادر ما تهدید کردی. او به سختی خود اداره کرد. اولین بار است که او را ای قسم میبینم. او چی است که بیادر ما به این حالت رسانده؟ ای راز در بین شما چی است خانم بیادر؟ از نامش پیداست، راز است دیگه. فقط در بین ما و شوهرم است. خوب میشه که در بین ما مداخله نکنی. یعنی اونا از ما چی میخواین؟ ما چی خواد کدام؟ چطور سر خود علاج کنم؟ الیف؟ تو چی میکنی دختر؟ ما تبا شدم سوهی، از یک طرف زدم و از طرف دکم زندگی. ما چی خواد کدم؟ پدرمم حال خواد آمد، ما چطور برش بگویم که نمیتونم ثبت نام کنم؟ یانگا چه وقت میایا؟ خانم خانور امروز روان میکنه، اما این مجردیان برم خوب بود. باید موضوع آیدنه بسته کنم دیگه. اینجا میگه حساب بانکی باز میکنیم بیادر. ولی تو که یک قسم نام پوله میگیری باز کفه دستم میخاره. طرف ما ببی او جنرال پول خواد داد؟ او بیادر این کاری را که تو گفتی سخت است. او دختره به فروش رسانده. راست میگی رفیق، چرا پول نتا؟ اینا کی هستن؟ روز خوش. زنده باشی، خوش آمدین، بفرماین. ما یک نفره میپلیم، از اینجا به ما زنگ زده بود. زنگ میزنه دیگه بیادر، از اینجا هر کس زنگ میزنه. یک بار اطراف طبیبی کی زنگ زده بود؟ شاید به یاد بیاری. خب با ما اجازه بده دیگه، من میرم که او دختره به دانشگاه ثبت نام کنه. بیادر من تو را میرسنم، کار ما خلاص شد باز با جنرال زنگ بزنه. بسته کن سردار، اینجا بیا بچیم. تو میفهمی که امروز از اینجا کی زنگ زده بود؟ با یاد داری؟ اونا فرای که چند دقیقه پیش اینجا ششته بودن، اونا زنگ زده بودن بیادر. دوستای عزیز، بیاین که همه ما با هم در مقابل ظالم ساد شوید. هیچ کس نباید بگوید که مشکل من است. هر کس نظر به آزادی خود حرکت کنه. لطفاً همتان اینجا به اینویر امضا کنید. بیادر، میخوایی که اینجا امضا کنی؟ ای چی است؟ به خاطر دور نکردن حجاب دخترها امضا جمع میکنم. تو نمیخوایی هم دست خواهرایت باشی؟ نمیفهمم. بیازو ما شاگرد اینجا نیستم. بیادر، ضرور نیست که شاگرد باشی. نظر بازادی بیان میتونی اینجا نظرت رو بگویی. من مداخله نمی کنم. اگه دنیا را ببرم مرغابی را تا بند پایش است.
میبخشین، اینجا نام الیف گرول هم نوشته شده. شما او رو میشناسین یا دیدین؟ در طب کامیاب شده. نه میفهمم. من دیروز همراهش معرفی شدم. بلایلی سهیلاشون رفت. میشه برام نشانیشه بتین؟ الیف تو خو میری اما به پدر چی خواد گفتی؟ تو ثبت نام خط کردی؟ تصمیم گرفتی؟ نه میفهمم سهیلا، هیچ نمیفهمم. اوف تام حق بجانبستی. او آدم چطور حاضر شد که سر تو درس بخونه؟ نه پرس ممنون، تعجب شدم. فکر میکنم او پدرم نیست، کس دیگه هست. میگه تو باید دکتر شوی، چیز دیگه نی؟ تو به هر حال شاید حالا حقش از سرش آمده. آمد اما ما چطور برش بگویم که ثبت نام کده نمیتونم؟ اگه میخوای منصرف شو سر تلاچکو. من با خودم میگم که سر تلاچکو چی میشم، اما بعدا فکر میکنم متوجه میشم ما چطور میتونم با او خیانت کنم. صبر کن دختر، صبر کن. خدا مهربان است، یه چاره پیدا خواد کردی. او قدر چیزا را سر پدرت قبولاندی، ده این کارم همراهت کمک خواد کرد. انشالله. جنرال صاحب، وقتی رفتیم بیرون شده بودن. اونا مشتریای دائمی و قهوه خانه نیستن، اما تو اونجا را انتخاب کرده بودن. اونجا زیاد بیروبار است، هر کس رفت آمد میکنه. اما تشویش نکنین، به زودترین فرصتی موضوع را حل میکنیم. تلفن‌های شما، نامه‌هایی که براتون میاد تمامش را پیگیری میکنیم. داخل بیا. جنرال صاحب اجازه است؟ شما رفتا میتونید. شما با کدام روی اینجا آمدین؟ جنرال صاحب لطفاً به گپایم گوش کنین. امیاله از اتاق ما بیرون شوین. آینده فرزندای ما به گپایی که میگم ارتباط داره. اول شما درباره آینده خودتان فکر کنین. در تونل تاریک قرار دارین و بیرون شده نمیتونین. میتونم. اگه او دختری الیف نام از بین ما دور شوه، باز راه بازگشت پیدا میکنم. چوب نباشین، بگوین. جنرال صاحب نمیفهم که شما امرای او دختر چه ارتباط دارین. اما یک چیزم میفهمم، از وقتی که او دختر اینجا آمده زندگی تمام ما را تباه ساخته. کم مانده بود که سنم از دست او دختر خودکشی کنه. و دینیس اختیار بچه‌م از دستم رفته، یعنی باید بگویم که او دختر بسیار خطرناک است. خب تا امروز تمام اوامر شما را بدون کدام اشتباه به جای آوردیم جنرال صاحب. اگه بازم شما امر کنین این مشکل به طریق خاص خود حل می‌سازم. سلام، ما درباره چیزایی را میفهمم. کسی دیگه نمیفهمم. اگه میخوای که گپا را به کسی نگویم باید کاری را که میگم انجام بدی. تو کی هستی که مرا این قسم تهدید میکنی؟ ما کی هستم ها؟ وقتی که درباره کارهای غیر قانونیت فردا در روزنامه نوشته شوه باز خواهد فهمیدی که ما کی هستم. گوش کن، از من نجات پیدا کرده نمیتونی. شما در یک میدان جنگ قرار دارین سنجر، اما در اطرافتان هیچ کسی نیست، نه یک قومندانو که ازش امر بگیرین و نه هم دوستی که مسلح باشه. تو و دشمن با هم روبرو قرار دارین، تو و او با هم. چی میکنین ماون صاحب ها؟ امیدم جنرال صاحب. قبر شما را میکنم. از این کارتان پشیمان میسازم اتان. تهدید کردن ما اوقدر آسان نیست که هر کسی این کار کنه. استخبارات را واصل کنین.
ما جنرال قدرت هستم. اون موضوع تلفن که براتون گفته بودم حل شد. دیگه اون موضوع رو تعقیب نکنین. قسمی که با هم گپ زده بودیم باید دو لیلیه ثبت نام کنی. از هدفتم کسی با خبر نشه. درست است آقا. اگه میتونی با او دختر صمیمی شو، با او نزدیک شو، وقتش که رسید ما برات خبر میتونم. این کارو من باید خلاص کنم؟ نه خیر، تو باید او پرنده را در قفس ببری. نفری که من روان میکنم او کار خلاص میکنم. امیده شد. دخترم حالا دیگه بیا، نا وقت میشه. خدایا تو برم صبر بده. عجله کو دیگه دختر، عجله کو. اینه دیگه آمدم پدر. بیا زود شو که بریم، زود شو که بریم. سلام علیکم خواهر. و علیکم سلام. ما به خود جایی بوده باش میپالم. ده اینجا کدام خانه خالی است؟ اینجا خانه عادل است. کارو مربوط او میشه، یک بار برو و ازش بپرس. درست است؟ زنده باشی. ها درست است دخترم، بانک ما زیاد کار داریم. دخترم دکتر میشه. حالا دیگه بریم. نا وقت خونه شده تو نیست؟ نه خیر. خدا نکنه نا وقت شده باشه. اگه ثبت نام کرده نتونی، باز همه زحمت های دست به این خاطر رفت دخترم. یعنی شما کار کرده نمیدانین خاله؟ در سر سرک ماندیم، برای چند روز یک اتاق خالی هم ندارین؟ دخترم، این کارا مربوط آقا ابراهیم میشه و هم در انقره است، به خاطر یک دوا اونجا رفته. یعنی همراهیم کمک نمیکنین؟ والا من خواهی هیچ کار کرده نمیتونم دخترم، تمام مسئولیت در دست او است. موبایلش هم خاموش است. پس شما بگوین من چی کنم؟ مادر و پدرم هم اینجا نیستن، در سر سرک ها شب سپری کنم؟ درست است جانم، درست است. خب من چندین سال است همراهش کار میکنم، اینقدر خواهق دارم، تشویش نکن. من به تو یک تخت آماده میکنم. خدا من از شما راضی باشه خاله. شما نگو، شما نگو، به من خاله عادله بگو دخترم. من میرم برای تخت آماده میکنم، زود پس میایم. درست است؟ اول باید دروازه را ببینم. بفرماین بچیم. سلام خاله جان، من میخواستم الیف را ببینم. الیف گورل. تو کی هستی؟ دوستش هستم، قماندان دنیز آیدین. میخوایم ببینمش. او اینجاست؟ نه خیر، او بیرون رفتن، امرای پدرش به دانشگاه رفتن. گفتین امرای پدرش؟ بچیم بیبی، اینجا لیلی دختراست. باز دیگه اینجا نیایی، مردم غلط فکر میکنن. ها آقا ابراهیم هم از این کارا بعدش میایم. درست است خانم، روزتان خوش، معذرت میخوام. روز خوش بچیم.
تختت آماده کده پس میایم، درست است جانم؟ چی شد؟ به خوابگاه داخل شدم. خوب است. همراه او دختر در پیش دروازه رو برا شد و ما همراهش گپ زدم و ها چند دقیقه پیش قماندان آمد و درباره او دختر میپرسید. قماندان دینیز بود؟ بله، نامش دینیز بود. بله، یکمی کم بود. او خانم میآید، ما باید حالا قطع. درست است، مثل هر وقت درست تصمیم گرفتیم. از او دختر هرچی زودتر باید نجات پیدا کنم، هرچی زودتر. ای کارم میکنم. الا بیا که تو را به اتاقت ببرم. هر جانم بکستان بگی. دخترم اینجا بیا، نزدیک ما بیا جانم. یک دونم چرای قسم طرفم میبینی؟ نه که تو از ما میترسی؟ دخترم نترس، نترس جانم، نترس. تو برم بگو که مادر تو را در استانبول پیش کی روان کرده بود دخترم؟ جانم نترس، به خدا چیزی نمی کنم، فقط کمی کنجکاو شدم، از او خاطر پرسیدم. مرا پیش جنرال قدرت روان کرده بود، او را مادرم میشناخت، گفتم رایت کمک میکنه، اما مرا داخلم نمود. یعنی تو را نخواستن؟ چون من چادر میپوشم. پول روان کردن اما من نگرفتم. آفرین به دختر خوبم، بسیار کار خوبه کردی. ما همیشه با آبرو با عزت زندگی کردیم دخترم. تو حال برم بگو که ای آدم بعدن خوب برات زنگ نزدم تو نیست؟ نه خیر. خوب است، خوب است. خدا را شکر که ما با صدقه و خیرات هیچ کس ضرورت نداریم. و ها مادر تو هولیارام اینجا میخوایم، اونام اینجا میاین و در استانبول با بسیار راحتی زندگی خدا پیش خواهد برده. پدر، ما از شما یک سوال بپرسم. بپرس دخترم. شما چطور تصمیمتان تغییر کرد؟ اول خو میگفتی نباید درس بخونی، باید عروسی کنی. دخترم مقبولم، تو درباره چیزا فکر نکن، تو فقط درباره درسات فکر کن. درست است، پدر دیگه مشکلات حل میکنه. حالا بیا که ناوقت میشه. حالا اوف یلماز، تو در استانبول پادشاه خود شدی. پادشاه حالا دخترم وقت داری؟ بله وقت دارم خاله. بیا دخترم. بیبی، این دوست جدیدت سراب است. اینجا یک تخت دیگه میارم، بعد از این با هم میباشین، درست است؟ ما و الیف فزور اینجا جایی میشدیم. ما شما را نرام نمیسازم، همی که یک جای بخوابیدن داشته باشم کافی است. دخترم، این قسم نگو بعد است. وقتی که تو الیف اینجا آوردی و گفتی در وضعیت بد قرار دارم، ما چیزی گفتیم؟ این دختر بیچارم در وضعیت بد قرار داره. نه خیر، منظورم این قسم نبود خاله. خوب است، حالا دیگه بیا تخته اینجا بیاریم دخترم. آیسته آیسته آیسته، متوجه باش آیسته دخترم. آیسته قسمی که میفهمین دانشگاه ما درباره لباس و طرز پوشش محصلین بعضی تصامیم گرفته. این تصامیم ما نیست، بلکه تصامیم خود خانم رناز دوستا. منظورتان چیست؟ رهبری اداره ده هر جا فرق میکنه. ده باز دانشگاه چادر پوشیدن ممنوع است، ده باز دانشگاه دگاه ممنوع نیست. ده دانشگاه خود ما باید امی قسم یک کار انجام بدیم. نظر به درسا و حتی نظر به استادای موضوع تغییر کده میتونه. من از دگه دانشگاه خبر ندارم، اما ده دانشگاه مرکزی استانبول و زودی قوانین از بین خواهد رفت، با خبر باشین دوستان. البته به خاطر این کار ما به هیئت رهبری ضرورت داریم که با ما هم نظر باشد، نه به کسی که مخالف ما باشد. خانم رانا، ابرین بگوین که لباس با تعلیم چه رابطه داره؟ باید بانن دخترها هر قسمی که میخواین دانشگاه بیاین، تحصیل کنن و صاحب یک مسلک خوب شوند.
ابی از او هدف ما تعلیم و تربیت دادن انسانهای خوب و وطن است. همه دنست خانم. کاملا درست گفتن خانم. اما اونا نه به خود فایده رساندن میتونن نه به وطن خود. چون هیچ کدام از اینا هنوز به خود یک شخصیت ساخته نتونستن. یک نفر به اونا میگه که باید این قسم لباس بپوشن. اونام این لباسای عجیب و غریب هم میپوشن. بیازو معلوم دار است که هدف اونا درس خواندن نیست. میخوان به خاطر مسلمان ها خدمت کنن. یعنی وقتی ما چادرهای دختر را از سرشان دور کنیم، باز کودتا با پایان خود رسید، اما مشکل حل خود شد. همین قسم است. اما از یک جای خوب باید شروع کنیم، هموتو نیست؟ ببینین خانم رنا، این بسیار یک تصمیم اشتباه است. تمام اونا بسیار دخترهای خوب هستند. میفهمین از چه طرفی انطولی با بسیار امیدهای زیاد به استانبول میآیند. خانوادهایشان زیاد فداکاری انجام میدن. اونا سر ما باور میکنن و اولادهایشان را به ما امانت میدن. نه خیر، اما این وضعیت تحمل کرده نمیتونم خانم رنا. او کار مربوط شما میشه دیگه. پس شما در خانتان بشینین و اسامان بازی براتان خانگک ها بسازن که دق نیارین. درست است خانم؟ پول تقاعدی شاید براتان کافی نباشه، اما هرچه روزانه تان پول خواد کرد. دوستا جلسه خلاص شد دیگه. تو خوب هستی؟ خوب هستم. بیا که بریم. استاد، بعد از دوای کیمیوتراپی خوش ما باید استراحت میکردین. در این قسم اوقات من باید اینجا باشم. تو گپای خانم رنا را نشنیدی؟ بسیار تصمیم خود جدی است. ای همون توفیه است که من با خانم رنا داده بودم. پس روانش کده. او این چیزها را خوش نداره، به خصوص توفیه شما را. فعالیت های ارتجایی در بین قوات های مسلح ترکیه با گذشت هر روز بیشتر شده میره. متاسفانه که دست افراد اسلامگرا تا اینجا هم دراز شده. در مراکز تحصیلی، رسانه، سیاست خواستن، حال با اردوی موم داخل شده. به این میمان های نخواسته تمام ما یک جای رای بیرونی را نشان میتیم. اما باید زیاد دقیق کار کنیم. ما به لیاقت شما باور دارم. از همین لحظه در مقابل کودتاچی ها آماده باش باشیم. ضابطه های ما، سایمان سب های ما، اردو و حتی خانواده های ما شاید در مقابل اینا استاده شوند. هر کس باید متوجه همکار و همسایه خود باشه، حتی متوجه خانم خود. هیچ کدام عمل یا فعالیت ارتجایی نباید از چشم شما پنهان باشه دوستا. گزارش های شما را در مورد این موضوع به طور منظم خودم اداره خواد کرده میره باید بفهمید. جنرال صاحب، تمام گپای شما را به طور کامل قبول دارم، اما در بین ما بعض دوستا پیدا میشن که در این موضوع نظر مخالف دارن. نظر به خواست خود حرکت خواد کردن. درباره کودتای گپ میزنیم که ممکن است مملکت دوپارچه کنه، اما میترسم که کارهایتان اول اردو رو جدا نکنه. این کار را تقسیم کردن نه، بلکه عملیات پاکسازی هم گفته میتونیم. درست است، قبول میکنیم. تمامشان را پاک میکنیم، از بین میبریم، از اردو اخراجشان میکنیم، اونا را بیکار میسازیم. او یونیفرم را که سالها با عزت پوشیدن از تنشان بیرون کده باید در بازار مزدوری کنن. کسایی که بیکار میمانن، باز فکر کردن کنه چطور میشن آقا؟ مطمئن باشین وقتی که یک جنگ شروع میشه بالای دشمن با نعره یا لا لا حمله میکنن، او وقت هم باز اونا را از اردو اخراج میکنین؟ هیچ فکر نمیکنیم که در شانه هر کدام اونا یک مدال نصب خود کردیم. از همین خاطر ازتان خواهش میکنم که نباید جنگ شروع کنیم. شما به درستی متوجه گپ نشدین. کودتا در رگاهای همگی جا گرفته. شما به تشویش چی چیزا هستین؟ ما همراه میکروب داخل وجود خود جنگ میکنیم، متوجه باشین. جای ثبت نام در کجاست؟ مخو گنگ شده. می دانشگاه چقدر کلان است؟ این طرف از پدر. اما ما میخواییم یک چیز براتان بگویم. بگو میشنوام. بگو دیگه دختر، مرد دیوانه نساز.
پدر، ما ثبت نام کده نمیتونم. چرا؟ تو خونست که هیچ به دانشگاه کامیاب نشدی ها؟ کامیاب شدیم، اما اونا عکس میخواین. خدا تو را انصاف بده، من فکر کردم که ناکام موندی، برام میگفتی که دهمو بیرون عکس میگرفتیم. او قسم نیست پدر، اونا عکس سرلوچ میخواین. چطور یعنی؟ گفتن که باید بدون چادر عکس بگیریم. خوب از جانم، تو هم سر تلوچکو حالا بریم که عکس بگیریم. نه نمیشه، من چادر من نمیکشم. یعنی چی که چادرت نمیکشی؟ ما بر علیه دانشگاه در محکمه دعوا باز کردیم. چی گفتی؟ به خاطر موضوع چادر دعوا باز کردیم. دخترم، تو میخوای مرا دیوانه بسازی ها؟ اینقدر زحمت کشیدیم، اینقدر مصرف کردیم، مادر و خواهر تمام ما از قریه بیرون شدیم، حالا چرا زد میکنی؟ فقط یک بار سرت لج میکنی، دیگه دیگه چی گپ از بایی گپا میخوایی؟ از اوامر دولت نافرمانی کنی؟ پس چی کنیم؟ از خداوند نافرمانی کنیم؟ توبه خدایا، منظور ما قسم نبود جانم، وقتی لازم شد سرت لج کن، وقتی لازم هم نبود پود کدایی چی گپ از دیگه؟ قسم نمیشه، تصمیم ما جدی است، تا نتیجه دوا منتظر میباشم. توبه خدای ما. خب ولی دوا چی وقت خلاص میشه؟ پیش از ثبت نام کردن خلاص میشه. اوه، ما باید تا وقت منتظر باشم. من زیاد کار دارم. این معاون دانشگاه کجاست؟ کجاست؟ معاون. پدر صبر کنی. ناحق پیش او خانم نرین. دخترم به لحاظ خدا تو از ما چی میخوای؟ برات میگم سرت لوچکو او کارا نمیکنی. میگم پیش معاون میرم، اورم نمیخوای. پس چی میخوای دختر؟ چی میخوای بگو. پدر لطفا صبر کنی. او خانم خواهر جنرال قدرت است. پدر، خانم صالحه چی مشکل داره؟ وقتی که از دخترای چادر پشت دفاع میکرد بسیار پر انرژی بود. زیاد وقت میشه که شیمی درمانی میشه خانم، ما هم تازه خبر شدیم. شفا بشه، بخیر، خوب شد. به هر صورت باید از دیگر جناب ببینیم، او مرا خوب درک میکنه، چون هر دوی ما در مقابل میکروب مجادله میکنیم. به هر حال تو رفته میتونی. رانا خانم، رانا خانم، روز خوش. ما یلماز هستم، یلماز، از قریه وادی شیران آمدیم. ما پدر ایلیف هستم. ایلیف، تو اینجا چی میکنی؟ با تشویش تو بودم. راستش پدرت چی میکنه اینجا؟ پدرم حال میخواد که من تحصیل کنم، به همین خاطر قدر تلاش میکنم. تو دیگه درباره من تشویش نکن بیبی، حال او خواهد آمد باز همه چیز گدوت میشه. از اینجا برو، تو خواهد خود نامزد داری. ندارم، من از او جدا شدم. در وادی شیران تصمیم گرفته بودم که ازش جدا شوم. به من چی؟ ای گپه چرا به من میگی؟ منظور چیست که به من چی؟ یک بارم رای من بیا. چی میکنی؟ یک بار بیا. الیف، من هر دقیقه درباره تو فکر میکنم. در ذهن و فکر من تو هستی. چشم من که باز میکنم تو رو میبینم، چشم من که بسته میکنم تو رو میبینم. خدا شما را خیر بده. وقتی دخترم گفت شما خواهر جنرال قدرت هستین، باز بسیار خوش شدم، بسیار خوش شدم. باور کنین. دعوت نمیکنین که بشینم؟ خوب میشد که برام یک قهوه میخواستین. با خدا بسیار خسته شدم، هیچ نپرسین. خب وقتی جنرال قدرت مسئولیتی دختره با عهده نگره، به خاطر پیدا کردنش تمام استانبول گشتم. مشکل شما چی است آقا؟ مشکلی است که دخترم از دانشگاه نمیگیرین. راستش دخترم با نمرات بسیار عالی کامیاب شده و زیاد تلاش میکرد. ما امرای جنرال قدرت یک رابطه داریم، با
پس به همین خاطر باید همراه ما خوبی کنین. هدفم فقط تحصیل دخترم است. به ما چی که هدف شما تحصیل دخترتان است آقای محترم؟ من نفهمیدم شما همراه آقا قدرت چی قسم رابطه دارین؟ باید براتان بگویم. شاید شما بفهمین شاید هم نفهمین، اما آقا قدرت بسیار خوب میفهمه. بخاطر او ای کار کنین خانم. دخترم از دانشگاهتان بس است دیگه. همیله از اینجا برایین. بار دیگر نه تو نه دخترت ما را ناراحت نسازین، انگنه براتان خوب نمیشه. درباره دانشگاه براتان باید بگویم. اگه اولاد خودمان باشه همراهش کمک نمیکنم. ای که دخترتان سر خود لچ میکنه یا نمیکنه مربوط خودش میشه. ما دیگه نمیخوایم شما را اینجا ببینم. براین ما خونه می آیم، اما شما پشت دروازیم خواهد آمدین. اگر من می فهمیدم که تو قسم یک نیت داری باز نه در مقابلت می آمدم و نه ازت کمک می خواستم. الیف یک دقیقه صبر کن، من کدام نیت بد ندارم. الهیم کن الیف! الیف! اینجا هستم دختر! تو کجا بودی دختر؟ همینجا بودم. بیا که بریم، ما خود ما یک چاره پیدا میکنیم. اینا هیچ به جان ندارن دختر مقبولم. مادرت حق به جانب است دیگه. او خانمه که در داخل است، میفهمی چی میگه؟ اگه اولاد خود ما باشه کمک نمیکنم. ما همراه اونا میفهمم. همراه کی؟ چیزی نیست، بیا که بریم، بیا که بریم، خودمون یک چاره پیدا میکنیم دخترم، بیا. یه پای مخو سرت بد نخورد، همون تو نیست یعنی اتاق خورد است. از او خاطر گفتم اگر نکدام نیت بده نداشتم. نه جانم، تو حق با جانب هستی، اتاق واقعا زیاد خورد است. وقتی که الیف نبود من اینجا تنها بودم. تشویش نکن، تو بازم تنها خواد ماندی. راستی الیف کدام دوست پسر داره؟ منظور چی است؟ دوست پسر چی؟ تو الیف چطور میشناسی؟ از کجا بشناسمش جانم؟ چند دقیقه پیش وقتی که در پایین منتظر بودم یک قومندان آمده در باره دوستت الیف پرسید. بسیار راحت گپ می زدن، فکر کردم دوستش باشه. بیبی در خوابگاه ما این چیزا وجود نداره. اگه بعد از ذهن جای بته، هر کسی که بوده شاید از اقاربش باشه، چون بیگانه آمده نمیتونه. اگه نفهمیدی بعد از این متوجه باش. پدر پدر پدر، من این کارا کده نمیتونم. دخترم ما خو کدام چاره دیگه نداریم. زبان ترکی رو نمیفهمی؟ تو میخوای مرا دیوانه بسازی؟ سرت لج میکنی و عکس میگیری، دیگه کدام چاره ای نداریم. بریم. گناه داره پدر. با آن دیگه ای گپ های ناقه، زیاد گپ نزن، داخل برو که عکس بگیریم. داخل برو پدر. برو برو داخل برو. سر خود لج نمیکنم. یعنی چی لج نمیکنی؟ بیادر صبر کن. چی میکنی بیادرم؟ معذرت میخوام، در دکان تو با قسم قلمقال داخل شدم، اما این دخترم رو امزد کرده. فهمیدم که چی میگن، شما به خاطر عکس ثبت نام جنجال دارین. ها بیادر جان، چرا قصبانی میشی؟ این کار از خود یک چاره داره جان. جدی میگی؟ بله بیادر. بیبی چند دقیقه پیش عکس گرفتم. بیادر تو امرای ما شوخی میکنی؟ این دختر خود مویی داره، وان از سر خود لوچ کرده. بیادر این موی اصلی نیست، این موی ساختگی است. پس یه طور هست. خدا ازت راضی باشه، مرا بسیار از یک مشکل بزرگ نجات دادی. ما او را نمیپوشم. چه باش گپی را جدی نگی، به خاطر درس خواندنی ما چقدر مشکلات دیدیم، خبر نداری. بیادر ما این رقم موی از کجا پیدا کرده میتونم؟ چی شد آقا سنجر؟ امروز گپ زدین؟ اینا را به ما بدین. تشکر، گپ زدم، تشویش نکنید. جلسه داشتم را زیاد گپ زدن نتونستم، اما نتیجه لازمه گرفتم. جنرال قدرت کدام مشکلی نداره،
مثل همیشه مشکل اصلی دینیز ما است. امروز بازم پشت او دختر میگشت، حتی در لیلیش رفته بود. شما بگوین چی کنیم آقا سنجر؟ گپ ما را هیچ گوش نمیکنه. ما زیاد در ای بار فکر کردم، بالاخره با یک نتیجه رسیدم. دینیز سر از فردا باید وظیفه خودش شروع کنه. ای گپ دیگه از کجا شد؟ رخصتی تو بسیار طول کشید، اقدر طول کشید که هیچ جای برای چکر زدن نماندی، حتی به خوابگاه دختران میری. شما مرا تعقیب میکنین پدر؟ ما ضرورت ندارم تو را تعقیب کنم بچم. تو یک دقم پشت او دختر اعلان نمیکنی. هیچ وقتم پشتش رها نمیکنم. در کارهای من مداخله نکنی. پشتش رها نمیکنی ها؟ ما در کارهایت مداخله کردن نمیتونم، متوجه گپایت باش. تو فکر میکنی فقط ما در مقابلت ایستادستم؟ درباره ای گپم خبر شدی؟ وقتی او دختر از اینجا بیرون رفت کلگه او را دیدن، همگی متوجه ما هستن. فردا پس فردا بر علیه ما شکایت خواد کردن. زندگی خودتو، ما و مادرت تباه خواستی. چرا این کار میکنی؟ وای وای وای، اینجا خواه هر قسم موهی وجود داره بیبی. بسم الله. مشتری های ما مدل های را خوش میکنن که برنگ موی اصلیشان مطابقت کنه. شما کدام رنگ هم میخواین؟ من هیچ کدامش نمیخواین. تو در قسم این عشو بیادر من میگیرم. دختر رنگ موی چه قسم هست؟ به نظرم خرماییست. تو در قصهش نشو، با ما یک رنگ خوب بته. بوی اصلی بتم یا مصنوی؟ تو با اگه با اصلی ضرورت باشه از خودش استفاده میکنم. میبینی که لجباز است. تو از مصنوی یک مدل ارزانش بته. ای پاکت بگی بگی، مستقیم با خوابگاه برو، درست است؟ شما کجا میریم؟ من میرم که مادرت شانا بیارم. اونام اینجا میاین؟ آه میاین، اما زیاد خوش نشو دخترم. مادر دیگه به تو فایده نمیرسانه. او باید متوجه کارهای خانه باشه. حالا تو به خوابگاه برو. ایره بپوش و اثر دور نکو که امرایش عادت کنی. فردا ای کار باید خلاص شوه. بله جنرال صاحب، چی کردی؟ در مورد گپایم فکر کردی؟ فکر کردم زیاد فکر کردم و ما بسیار ترسیدم. یعنی اگه ما گپتا قبول نکنه باز ما را تباه میکنی؟ آها، هر چیزی که بخوای برات میتوم، البته برات پول زیاد روان میکنم. اوی از ترس زیاد درست گپ زده نمیتونه جانم. البته که پول میخوایم دیگه، چی خواسته میتونم. خوب است، چقدر میخوایی؟ یعنی به ما پول میدی؟ البته که میتوم، زیاد ترسیدم. هر قدر که تو میخوایی برات میتوم. 100 میلیارد، 200 میلیارد. این مرد دوباره 200 میلیارد گپ میزنه. درست است، درست است، 200 میلیارد کافی است، کافی است. اما حال او قدر پولم رایم نیست. ما برات یکم پول پیشکی میتم، تو امرای اونا گزارک و باز ما پول باقی مانده را جمع کرده برات میتم. خوب است، قبول داری یا نه؟ البته مشکلت درک میکنم، انسانیت خانوز از بین نرفته. ها، تو پول آره با او پارک بزرگه که در داخلش یک فواره آب است و یک درخت چنار آمه است، همونجا بیار. فامیدی که چی گفتم، همونجا بیار. خوب است، برات میارم. انسانیت خواه از بین نرفته، اما تو از بین میری. پرنده بیچاره در بالای درخت به خود داره جور کرده. توبه توبه، اما چو چای شمار خورده. توبه 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 توبه. آفرین،
بسیار زودم رای اونو عادت کردی. چی کردی ام رای دختر گپ زدی؟ هنوز نامده، اما در اتاق یک جای می باشیم، تشویش نکنی. خوب است. در اتاق بدون شما کدام کس دیگه هم است؟ بله یک نفر است، به نظرم مشکل ساز است. متوجه کارایت باش. شما تشویش نکنید، به خاطر امشب آمادگیم بگیرم. بعد از این امرای کسی که دختر ازت میگیره ارتباط داشته باش. او برای جا و ساعتش خواد گفت. کوشش کن که تلفنت خاموش نباشه، منتظر خبر باش. درست است. ایمو دختر از سموتو نیست؟ بله. حالا دیگه از پشتش برو، عجله کن. حالا دیگه آه دینیز، آه چه بلایی که در سر ما ناوردی. معاون بزرگ قطعه نظامی سنجرهای دین با چه کارهای مصروف است؟ شام بخیر. شام شما بخیر. تو خوب هستی؟ خوب هستم، تشکر. خوش آمدی دخترم. خوش باشین خاله عادله. تو در این وقت بیرون چی میکدی؟ ما به خاطر هوای تازه بیرون شده بودم. اخسم سر خود بیرون شده نمیتونی، اینجا زیاد همه نیست. حالا داخل برین. حالا حالا ایلیف، امروز یک قومندان در باری تو پرسید، به نظرم نامش دینیز بود، گفت که دوستش هستم. چی؟ معذرت میخوایم خاله عادله، من نمیفهمیدم که او اینجا میایه. امروز او را در دانشگاه دیدم، گپای لازمه برش گفتم، بار دیگه این کار را تکرار نمیکنم. خوب است، الا به اتاقتان بریم. الا دخترم. ای چی هست؟ صدای زنگ موبایل است. تو چی میکنی؟ زنگ است، خواستم ببینم کی است. بانک زنگ بزنه، چرا تو میبینی؟ ما موبایل نداریم، از او خاطر که همه کنجکاف شدم. وقت زنگ آمد کنجکاف شدم که بفهمم کی است. چی شده سهیلا؟ چرا امروی دختر قسم روی این دختر هیچ خوشم نامدی لیف. میگه پول ندارم، گریم میکرد، اما بیبی موبایل شخصی هم داره. از او دختر دور باش لطفا، بیازو یک چند روز بعد پس میره. نشنیدم. من پیش ماون سنجر بودم، او برم گفت، خبر دارم. همی امشب باید کار خلاص کنیم. ما بسیار در اینجا خسته شدیم. درست است. او آدم تو را فریب داد، برات پول مول نمیته. آه بی بی، خودش از پول هم امروی خود آورده. امی بچه خورد قماندان است. لوده لوده گب نزن، یک بکس پول قماندان بزرگ برات میاره احمق. اونا باکس اونجا مان، بداو بیادر و بداو پیش از این که کسی متوجه شد و پول بگی. بداو بداو بیادر، ما چرا پول او را بگیرم دیونه ها؟ حالا که در پول شریک هستیم در کارم باید امرویم کمک کنی. حالا باکس را گرفته بیار. حالا زود شو بیاک یک جای بریم بیادر. درست است، درست است. اگه میخوای یک چند نفر دیگر را میگیرم به خاطر گرفتن او باکس، گپای ناق نزن، برو برو. متوجه من باش. متوجه تو میباشم، تو نترس نترس. حالا دیگه
گرفت، او بکسه گرفت ها. ولی بیا دیگه بیا حالا. آفایی جکته بدون. نه اینجا بازی نکن. چی شده؟ نشکده با اینیش بهم باشم محمد. چرا از اول برم نگفتی بیادر؟ قسم برات میگفتم حالا ده فکر ما آمد ها. آقا با می بودی حال انفجار میکرد. درباره با معلومات داری، درباره هر چیز معلومات داری لودا. ده قسمش نشو تو یک چوبیا یک چیزی برم بده. هیچی از بیادر مخواست درخت نخواستم یک چوب نازک بده برم احمق. بگی بسم الله خدایا تو مرا نجات بده خدایا. بسم الله. بیادر ما بازش میکنم اگه با می بودیم پوش کنی دیو اگه نکنی بیادر بی بی پول آره بی بی پول آره بته پول آره بته ما میلیونر شدیم قسمت ما تغییر کرد. بریم یک انسان چطور میتونه قدر پست شوه؟ اوف. حق به جانب استی، بسیار مردم بد است، اما به نظر من تو باید به مجادله خود ادامه بدی. هیچ وقت چادرت نکش، حتی اگه ضرورت شد دانشگاهم رها کن. من رسیدم. راستی تو چی کردی؟ ثبت نام کرده تو نیستی؟ نه خیر، ما مثل تو منتظر هستم دیگه. چی شده؟ یک نفر دیر شد. زیاد شبیه همو قماندان بود که امروز صبح آمده بود. شبیه دینیس بود؟ آها، وقتی که درباره تو میپرسید مام اینجا بودم، او وقت دیدمش. حالی هم دویده از اینجا تیر شد. او بوده اینجا چی کار داره؟ مردا همی قسمه هستن دیگه، همه برشان وقت بدی باز پشت آدم رها نمیکنن. ما به کسی قدر وقت ندادیم، پس چرا اینجا چکر میزنه؟ ما حالا میفهمم که چه قسم او رو از اینجا روان کنم. او پایین میشه، آماده باش. خاله عادله، ما یک چند دقیقه بیرون میرم، پس زود میایم. در این وقت شب کجا میری دخترم؟ او آدمه که امروز صبح آمده بود. ایلیف دخترم. خاله عادله، میفهمم که این کار ما درست نیست، اما میخوایم که یک بار امروش گپ بزنم تا ما را ناراحت نسازم. از پیش دروازه دور نری ها. ما امروش گپ زده زود پس میایم. بابا خدایا، خدا کنه که آقای ابراهیم بیایه که من نجات پیدا کنم. این دخترها مرا هیچ آرام نمیمانند.
شرکتی صاف سودا داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایماری، بیماری های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، دردی گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری های پوست دارید، به مانند پسوریاز، سفیدشوی پوست، داغهای سیاه، پس داروهای صاف سودا به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکتی صاف سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنان برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمودی کپسولا و روغنی که به سطح درد دوا دارد پیشنهاد می نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گینرهای صاف سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک صاف سودا نقطه تجکی. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید، به شما تخفیف کرده می شود. السلام علیکم هموطنان عزیز، من یوسف استورا، اولادار صاحب 3 فرزند، استاش دایرکتور کمپانی فبرلی، همه شما زنهای خانشین را به کار دعوت میکنم. در کمانده ما زیاد از 1000 نفر زنهای تاجیک زنهای خانشین کار میکنند، نه وابسته شما در تاجیکستان یا در روسیه. معاش نقص هم میگیرند، معاش 70 سومان تا 7000 سومان. عین حال شما در بالای اکران محصولات های کمپانی فبرلی را میبینید که بی‌نهایت با صفات بودن نرخ دسترس دارد. برای فرمایش و کار در واتساب نویسین، همش رو میفهمونیم. نام نویس شدن و آموزشش همش بی‌پول است. ما با کار قبول میکنیم فقط زنها رو. خواهش میکنم فقط زنهای خانشین، زنهایی که به همین کار نیاز دارن نویسین، همش رو ساده کدام میفهمونیم. کدامی که کار کردن میخواهد مرحمت نویسین در نمره در واتساب. باقی درمان الله مهربان باشین. خدا همتون را نگهبان باشه.